به نام خدا و شبتان خوش. به برنامه دیگر مناظره کابل خوش آمدید. امو گونه که ما در برنامه گذشته مناظره کابل یادآور شدم، پس از یک تأخیر طولانی، پس از این عرصگاه نه به گونه تاریخوار منظم بلکه روی موضوعات مهم و متفاوت از بحث‌های روزانه برنامه مناظره کابل برگزار میشه. این امشب ما بار دیگر موضوع سیاست قومی، تجربه سیاست قومی و آینده سیاست قومی در افغانستان به بررسی میگیریم. در کنار دانشجویانی که امشب برای بحث اشتراک کردن، مهمانان ویژه هم دارم. مهمان ویژه ما از آقای سلیمان لایق آغاز میکنم که اکادمیسن اکادمی علوم افغانستان و یکی از تاریخ‌های زنده افغانستان میباشند. مهمان دوم ما آقای بسم الله تردیقل میمنگی استاد دانشگاه هستند و مهمان سوم ما دکتر داوود مرادیان رئیس انستیتیوت مطالعات استراتژیک و مهمان آخر ما آقای علی امیری پژوهشگر و استاد دانشگاه هستند. تا لحظات دیگر به موضوع سیاست قومی در افغانستان میپردازیم، چیزی که از مهمترین و داغترین بحث در افغانستان به شمار میرود. مهمانان عزیز، به بحث امشب خوش آمدین. اجازه بدین با یک سوال عمومی آغاز بکنم و از استاد لایق بپرسم که استاد، برتری جویی قومی عواملش چی بوده میتونه در افغانستان؟ از درازنای تاریخ، از زمانه های باستانی، امی اختلافات قومی، قبیله‌ای وجود داشته. چیز نوی نیست. نهایت زمان تغییر میکنه، امکانات زندگی تغییر میکنه، فرهنگ تغییر میکنه، بالاخره اقتصاد تغییر میکنه، شکل امی مناسبات هم و کمیت و کیفیتش تغییر میده. ما فکر میکنم مسئله که شما در نظر دارین که در افغانستانی که حال در حال جنگ است و مورد تهاجم ترولیست ها و کشورهای رقیب همسایه دور و نزدیک است، و این اختلافاتی که فعلا در اینجا عنوان شده با اختلافات طبیعی که تقریبا انسان ها مثل می تنازل البقا احساسش که در یک فرد است، در جامعه هم همطور است. امی تنازل اقوام در گذشته همطور یک حیثیت داشته که برای یک تنازل البقا هر قوم خواسته خود نگاه کنه. وقتی که خود نگاه کنه، پشت یک دولت، پشت یک رهبر، پشت یک لشکرکش استاد شدن و مفکوره هایی در اون زمان به وجود آمده. تاریخ افغانستان پرازی است و همچنین کشورهایی که در اطراف ما هست، اونا هم به عین امی آرزه مبتلا هستند. ایران ببینید، شاید ما فکر میکنیم که گروه های اتنیک بیشتر از گروه هایی است که تعدادشان که در افغانستان است. پاکستان ببینید، تا امروز پاکستانی مسئله را حل نکرده که سندی بگویم پاکستانی استم. بسیار مشکل است. هم پشتون ها را میبینید که بخش زیاد سیاست مدار از عمر خود را ترکید که کشور ما نیست. و این قسم این ریشه قومی پیدا میکنه و اقوام بنابر تباین فرهنگی، بنابر تباین مذهبی. شما افغانستان ببینین، مثلا اینجا خو وضع کنونی را ما اگه آدم بررسی نکنه یک ذره پیشتر بره، من فکر میکنم که خود افغانستان یک خامی تباین قومی سو جلب منافع است. یکی اگه در مرزهایی هست که برای بقای انسانیت ضروری است، او هم در امید تباین زیر پای میشه که مفهوم شده است. در افغانستان اینطور اقوامی که گویا تا سرحد مرگ و زندگی به جنگند برای از اینکه تو چرا فلان خونه داری نبوده. تنها هزارها مستثنا هستند که متاسفانه به این قوم واقعا اگر ما بگویم که به اینا تبعیض شده، با آرامش میگویم، با اطمینان میگویم. و دیگه آله هم او روز یک سوالی آمد که چرا همی هزاره ها یه تو به سرعت رشد میکنه. ما گفتم یک عکس العمل است. همی در فیزیک یک قانون است که هر عمل با یک عکس العمل مساوی هم راه است. اینا بسیار تعجیز شدن. اینا بسیار تحقیر شدن. اینا تبعیض شدن. ای اگه بخواه نخواهد خونش از ایش است، او عکس العمل نشان میده. فرصت پیدا کرده. و بسیار مردم خوب هستند. و همه اقوام خوب است. به این معنا نیست که از این کدام استفاده نادرست بگیره که ما سر مسائل قومی گپ میزنیم، خود ما آتش شپکه کنیم. این خوب نیست. به هر حال تاریخ افغانستان رو ببینید، یک اندازه میراثی هم هست همی تمایلات قومی. اینجا سلطان محمودی بوده که نژادن ترک بوده. اینجا بابر بوده نژادن ترک بوده. اینجا سلاجقه بودن،
اینجا تاجیک ها بسیار وقت مدنیت بزرگی داشتن، سامانی ها بودن و به خصوص وقتی که زبان فارسی رو بگیرن این مد تقریبا زبان فارسی بوده این کشور. بسیار وقت فارسی زبان ها میره اداره کرده. همه امی چکیده ها از زمان گذشته و عوامل جدید تاریخی که در اثر مداخلات کشورهای رقیب به وجود آمده امی وضع کنونی را تشدید کرده. من اتو فکر میکنم که استاد یک حرف در صحبت های خصوصی قبلی کردن، استاد میمنگی، که گفتن که عامل اقتصادی هم رول بسیار داره. در جایی که دسترخان هیچ کس یک لقمنان نباشه بسیار مشکل است که در تو یک کشور آدم یک توافق قومی را توقع بکنه. در جایی که مخصوصا افغانستان فعلا که جنگ از در اینجا و من فکر میکنم که شما از امی بحثتان هم میخواین که امی وضع کنونی را برای یک تفاهم وسیع ملی مورد استفاده قرار بدین. به این بنیاد من میگم که امیال هم کسایی که می گپ بسیار دامن میزنن مردمای نیستن که مثل علما و دانشمندا یک فکت علمی را یک پدیده را علما بررسی بکنن. در افغانستان جنگ زده وضع طوری است فعلا که امی مسائل قومی بر اساس منافع یک عده محدوده که در جنگ نفع میبرن و در دامن زدن به مسائل قومی نفع میبرن از طرف اونا بسیار تشدید میشه. مثلا یک آدم است که دی روز ما رو ببخشین که در کلمه باز هم این کلمات عامیانه رو بسیار با کار میبرم که از تهذیب و کلتور همی صحبت بیرون نرم، بابش خرسیان نداشت، بچه شال گپ از میلیارد ها و میلیون ها میزنه و دارن. لحاظا وقت که او تعجیز میشه یا میبینه که در اینجا یک پیشرفت است، یک انکشاف است، جامعه استاد نیست، جامعه داخل یک انقلاب شد و همه چیز تغییر داده میره. من برای تان میگم که اونا از بیم انرژی که صبح در یک محکمه استادش نکنه کیر از کجا آوردی، اما فرمول قدیم اسلامی که در عربی عرب های زمان قدیم مسلمان های کلاسیک میپرسیدن که من این لکه هازه از کجا آوردی، از ترس ازی او گرایش قومی پیدا میکنه. پنج نفره که در قوم به اصطلاح چکمن سفیدا یا لنگوت و دارا یا به اصطلاح پشتونا صاحب شمله وارث زیر تاثیر قرار میده و میگه که ای من باشم شما را کی دفاع میکنه؟ اونو مطبع ما تاسیس نکردم، او را ایتو نکردم، این کار را نکردم. به این لحاظ مردم چیز که فرهنگ فقیر گذشته را به میراث گرفتن امی حرفا را اهدافش درک نمی کنند، فکر بسیار همدردانه و قومی تلقی می کنند، پرس از استاد می شود. سپاسگزار. و آل امی باعث است که دوام داره امی بازی قومی و رعایت های قومی در عهد ما، در اصل ما. پس به شما برمیگردم استاد لایق. استاد میمنگی در کنار چند عامل را که لایق صاحب به او اشاره کرد که هم به لحاظ تاریخی بود هم میراثی و اقتصادی و همزمان با این بسیار طبیعی هم برای بقا که در گذشته افغانستان رابطه داره و لحاظ تاریخی، شما چی فکر میکنین برتری جویی قومی ناشی از چی میشه در افغانستان؟ با ادامه صحبت های جناب لایق سیب ما باید به عرض برسونم خدمت شما و بیننده های عزیز و شنونده های عزیز و ارجمنده هایی که در اینجا حضور دارن، جوان هایی که در اینجا حضور دارن، قوم، قبیله، طایفه اینا عوامل تاریخی هستند که پیوند ناگسستنی با رشد و تکامل جامعه انسانی دارن. قوم، قبیله، طایفه اینا واقعیت های عینی تکامل تاریخی انسان در کره زمین هستند که از این ما هیچ انکار کردن و هیچ قومی به خواست خودش، به اراده خودش، به ده به حساب به انتخاب خودش خود منصوب به یک نامی نساخته و هیچ قوم هم در این کره زمین به خواست یا اراده کسای دیگه به وجود نامده. بنان موجودیت اقوام در هر اجتماعی انسانی یک واقعیت عینی است، واقعیتی که ثمره تکامل طولانی مدت انسان در این کره زمین بوده. حرف به سر اختلافات قومی است. اختلافات قومی وقتی به وجود میاد که پای بی‌عدالتی در جامعه باز میشه
و برتری جویی، عظمت طلبی، انحصار طلبی، تمامیت طلبی و انواع و اقسام مختلف هر وجود میکنه. اینجا به مثابه عمل و عکس عمل مسائل قومی یا مسائل ملی ارد وجود میکنه که هم در تاریخ ریشه های خدا داره. و در افغانستان وقتی که ما میبینیم، ما باید مسئله قوم صحبت نکنیم، از مسئله قبیله صحبت کنیم. چنانچه مرحوم گلپاچا الفت، ما صنف 10-11 بودیم که شعر سرودن به نام قبیله پرستی که با این مطلع شروع میشه که دلت جوان قبیلوی ده قبیله لکه قبله. وقتی که ما در جامعه با مناسبات قبیلوی قدم میگذاریم، فقر بیداد میکنه، عقب ماندگی بیداد میکنه و چیزی بر افتخارات باقی نمیمونه، اینجاست که دلالان سیاسی جامعه به خاطر پیشبرد اهداف و مرام و اغراض خودشان متوسل میشن به بهره برداری افزاری از قوم. قوم به افزار امتیاز طلبی، عظمت طلبی بر قوم نی، فقط بر افرادی که میخواهند که امتیازات کسب کنند تبدیل میشه. و قوم من از وسیله در اینجا در تمام طول تاریخ، در تمام جنگ ها به چنین شیوه به گونه افزاری استعمال شده و در تمام جامعه و در افغانستان با عوامل دیگه که در کنار خود داره، این استفاده وسیع‌تر و عمیق‌تر داره که البته در صحبت‌های بعدی اگر شما سپاسگزار هستم به شما برمی‌گردم. دکتر صاحب، یک مقدمه خوبی داشتیم با صحبت‌های آقای میمنگی و لایق صاحب. اگر به شما برگردم و بپرسم که چه باعث شد تا فرایند سیاست قومی در 15-16 سال گذشته رشدش بیشتر باشه تا تاریخ گذشته افغانستان؟ با پیشکش درود خدمت شما و اساتید ارجمند که در این نشست حضور دارن، پیش از پاسخ به این سوال ببینیم، بحث و مفهوم به اسم قوم یک مفهوم سیاسی می باشد، مفهوم ساختگی است که ما انسان ها تصمیم می گیریم که یک گروه از انسان ها دار یک چیزی جمع شویم و او جمع ما یک قوم بنامیم. پس چیز طبیعی به اسم قوم طبیعی وجود ندارد هست. و از لحاظ طبیعی که اگر نگاه کنیم، خواستگاه همه انسان ها آفریقا می باشد. همه ما نیاکان ما از علم بیولوژی گفته است که ما از آفریقا آمده ایم. پس از لحاظ طبیعی چیزی به اسم یک قوم طبیعی وجود ندارد. تمام اقوام یک پدیده سیاسی، ساختگی و سازنده قوم ها، انسان ها و سیاست مداران می باشند که در صحبت های اساتید هم با نشان شد. از جمله مسئله قوم در افغانستان، ما هیچ چیز طبیعی به اسم قوم پشتون یا قوم تاجیک یا قوم هزاره نداریم. این قوم ها قوم های سیاسی هستند، اصطلاحات سیاسی هستند که انسان ها اینها را ایجاد کردیم. در مورد پاسخ به سوال شما این هست که همینطور که استاد لایق اشاره کردن، تنش‌های قومی، گفتمان‌های قومی در سراسر دنیا یک پدیده مشترک است. یعنی هیچ کمتر کشوری وجود دارد که به یک تفاهم، یک پاسخ صریح و واضحی در مورد اقوام خود برسد. همیشه مسئله اقوام، چه در آمریکا، چه در اروپا، چه در شوروی، چه در آفریقا، چه در کشورهای عربی، یک پدیده اختلاف برانگیز بوده است. دلیل اختلاف برانگیز بودن از او است که اصطلاح قوم یا اصطلاح انگلیسی اثنیسیتی یک پدیده تقریبا مدرن می باشد. یعنی برمیگردد به یک پدیده مدرن به اسم ناسیونالیسم. ناسیونالیسم هم یک تقریبا یک پدیده و مفهوم جدید می باشد. باز نکته دومی که می خواهم تاکید کنم، جای نگرانی نیست. تنش ها، اختلافات، جربس های قومی در تمام بیشتر کشورها وجود دارد. نکته سومی هست که ما چگونه میخواهیم که نگاه به پدیده قومیت در افغانستان مثل جاهای دیگه شش نوع نگاه وجود دارد. نمیفهمم چقدر برای بینندگان شما باشه، حتما که مفید خواهد بود. یکی ما باید قبول کنیم که قوم یک واقعیت سیاسی هست. یک واقعیت هست که همه انسان ها نیازمند به یک قوم و به یک هویت هستند. پس ما باید قبول کنیم قوم به عنوان یک واقعیت. نکته دوم در مورد قوم، بحث اسطوره قوم است. همه
اقوام بدون استثناء یک تصور از قوم خود دارند، یک اسطوره هست، یک تخیلات در مورد قوم خود دارند که اقوام افغانستان هم بدون استثناء ما یک نگاه اسطوره‌ای به قوم خود داریم. نکته سوم در مورد قوم این هست که قوم وسیله برای سلطه بوده است در تمام جاها، از افغانستان گرفته تا ایران و ترکیه و کشورهای اروپایی همیشه بعضی ها از قوم به عنوان یک سلطه وسیله استفاده. نکته چهارم در مباحث قومی بحث ترس است. ترس است که یک قوم از اقوام دیگر ترس دارد. و نکته دیگر در مورد نکته پنجم است، انتقام هست که اقوام که بر صورت در طول تاریخ سرکوب شدن، وقتی که شرایط جدیدی بر اونها ایجاد می شود، گفتمان قومی گفتمان انتقام می شود که می خوان از اقوام دیگر انتقام بگیرن. و یک نکته ششم مناسبات قومی نفرت است که یک قوم نسبت به قوم دیگه نفرت دارد. در افغانستان هم ما این شش واقعیت داریم. یک واقعیت قوم به عنوان یک نیاز همه انسان ها، دوم قوم نگاه اسطوره‌ای به قوم، سوم نگاه این هست که به عنوان ترس یک قوم از اقوام دیگر، نکته چهارم استفاده ابزاری از یک قوم برای سلطه بر دیگران، و نکته دیگر نفرت از قوم است، نفرت یک قوم از اقوام دیگر است، که متاسفانه گفتمان قومی در افغانستان بین این شش الگو در فراز و نشیب بوده است. سپاسگزار هستم. استاد امیری، چیزی که حداقل فرض را میتونیم با صحبت‌های لایق صاحب و دکتر صاحب داشته باشیم و این است که گفتمان قومی یک گفتمان طبیعی در میان تمام جوامع تقریبا بدون استثناء وجود دارد. اما میشه تفاوت‌های هم در افغانستان برای گفتمان دید و شما گفتمان قومی افغانستان را چگونه بررسی میکنید؟ تشکر. من هم عرض سلام دارم خدمت بینندگان شما و مهمانان محترم برنامه. اونطور که دوستان اشاره کردن، اساتید بزرگوار واقعیت های قومی را نمیتوان انکار کرد. بجز افغانستان در کشورهای دیگه هم ما با چنین واقعیت های مواجه هستیم، ولی این واقعیت را هم نمیتوان انکار کرد که ما در افغانستان مناسبات قومی را مدیریت نکردیم و این مناسبات به تشنج و در نتیجه به عقب ماندگی کشور ما منتهی شده. سوال شما این است که مسئله قومی در افغانستان چگونه است؟ تا جایی که به کل تاریخ انسان و مشترکات بشری برمیگردد، ما هم در گذشته تاریخی خود اختلاف نظرها و اینا را داشتیم، ولی در دوران جدید که مشکل حاد شده است، بخش زیادش برمیگردد به این که ما از سرشت دنیای متجدد بخبریم. در دوران جدید دولت قومی امکان ندارد. دوران جدید ما با مفهوم به نام اتنیسیتی سر و کار نداریم. او یک واقعیت تاریخی هست، یا به تعبیری که آقای مرادیان گفت حتی ممکن سیاسی باشد که یک مش سیاستمدار رو برساخته باشد. ما با واقعیت های ملی سر و کار داریم. واقعیت های ملی پایه دولت های ملی مدرن را تشکیل می دهد. ولی مسائل قومی در افغانستان تشنج‌زا شده است، به خاطر که ما سرشت دنیای جدید را درک نمی کنیم. فکر می کنیم که می توان با واقعیت های قومی خارشه در طبیعت و تاریخ داشته باشد، خارشه در نیت سیاست مداران داشته باشد، ما می توانیم دولت ملی تشکیل بدیم. یعنی اتنیسیتی را تبدیل کنیم به نیشان، قوم را تبدیل کنیم به ملت. نزاعی که در نیم قرن اخیر در افغانستان وجود داشته، دقیق امی هست که از یک طرف نخبگان سیاسی ما وضعیت جدید، دنیای جدید و شرایط جدید را درک نمی کند، و از طرف دیگر نخبگان فرهنگی و ملت به تدریج بیدار می شود، خواستار حقوق ملی خود می شود. در نتیجه یک نزاع شکل می گیرد. نخبگان سیاسی ما همیشه کوشش کرده است که واقعیت های قومی را به واقعیت های ملی بدل بسازد. مشکل وجود اقوام نیست. دوستان اشاره کردند که در تاریخ همیشه ای وجود داشته. مشکل این است که اقوام موجود را چگونه مدیریت کنیم. اینها فقط در یک سپهر ملی مدیریت میشه، و سپهر ملی این نیست که شما بخواهید یک واقعیت قومی را تبدیل به یک واقعیت ملی بسازید و او را بر همه تعمیم بدید، بلکه این است که برآیند فرهنگ عمومی تبدیل میشود به فرهنگ ملی. شما باید همه فرهنگ ها را احترام کنید، همه زبان ها
آنها را احترام کنید، همه اقوام حقوق برابر داشته باشد، برایند این حقوق برابر در یک فضای دموکراتیک و رقابتی فرهنگ ملی را شکل می دهد. ولی این واقعیت در افغانستان احترام نشده، در نتیجه ما در دوران جدید، در دنیای جدید، در مدیریت مناسبات قومی ناکام هستیم و یک کشور ما را خسارت دیده، باعث عقب مانی شده و این نزاع ها را پیچیده کرده، فعلا مسئله حیثیتی شده، نابگرایی ها هم تر که آقای مرادیان اشاره کردن، جناب استاد اشاره کردن، اسطوره سازی شده و این حال ما را دوباره اسیر گذشته ها کرده. متاسفانه مشکلی که فعلا در افغانستان وجود داره این است که حتی نخبگان سیاسی فرهنگی ما اسیر گذشته شده، اسیر قومیت گرایی های گذشته شده، اسیر اسطوره های قومی شده. ما نمیتونیم که در یک فضای مدرن جور کنیم. حتی بستر حقوقیش هم الله بعدا شاید فرصت چه اشاره کنیم که بستر حقوقیش هم ساخته شده با توجه به قانون اساسی جدید، ولی باز هم نخبگان سیاسی فرهنگی ما بیشتر اثر گذشته هست. سپاسگزار هستم. لایق صاحب، به شما برگردم بپرسم تاریخ افغانستان چه درس به ویژه بر نسل جوان داره؟ آیا میشه حکومت تک قومی در یک کشور داشت و قومی سازی یک فرایند، یک حرکت یا یک حکومت بر سایرین نتیجه خوب میته؟ شما یک تاریخ زنده مرقمی که من در اول برنامه گفتم هستین و حداقل حال به گفته خودتان نزدیک به 90 سال زندگی تان در خم و پیچ های روزگار سیاسی افغانستان سپری کردین. ما تو فکر میکنم که عامل اساسی برای که در اینجا یک ملت به اصطلاح جوش خورده از این اقوام به وجود بیاید، این تنها به عمل کرد و امو فاکتورهای وطنی خود ما و مردم ما هم بسیار تعلق نمیگیره. قضیه افغانستان، جنگ در افغانستان، نفاق اقوام در افغانستان عوامل منطقوی و بیرونی هم داره. به این لحاظ این خلاصه ساختن ده ای که ما در داخل چی کنیم؟ ما البته وظایف داریم. مثلا بسیار ساده راه هست برای ای که اقوام به یک ملت تبدیل شد و قانون تنفیذ کنن. حقوق هر فرد اولا از بدخشان است یا از هزاررجات است یا از سیستان است یا از پکتیا است، در برابر قانون حقوقش و وظایفش و وجایبش مساوی است. مثلا ختم است. لیکن ساده نیست. یک ساختاری را، بسیار ساختار خشن قومی رو ما به میراث گرفتیم از پدرهای خود و نسلهای گذشته خود. مثلا در همین مسئله که پیشتر من اشاره کردم، هزارها چرا زیاد سن دیدن؟ شیعه است اکثریتش. یه عامل مذهب هم در اونجا داخل است. تبلیغ شده که کلش اهل نار است. به این لحاظ کسایی که معتقد هستن به مذاهب دیگه در برابر از اونا و علم ندارن، تحلیل ندارن و اینطور تعدیل ها و یا تجزیه های سیاسی ندارن که برای ما چی نتیجه می تو برای اولاد ما چی لحاظا میره و دشمنیست و هزاره مجبور است بخاطر اما خصوصیات قومی خود و حفظ خود عکس العمل یک ریاکشن داشته باشه در حضور خود. ما به یه عقیده هستم که در افغانستان اگر امی مداخلات بیرونی، امی جنگ های نیابتی که میگن اگه اصطلاح سیاست مدارای ماست و بسیار دقیق وضع کده نیره، امی جنگ های نیابتی عواملش از بین بره، مردم افغانستان بنابر امو عواملی که با تکنولوژی معاصر، با انکشاف سریع مناسبات بین جهان و با رشد اقتصادی و با عالی دولت های مدرنی که به وجود آمده و ما را میگن که ما کشور ثروتمند هستیم، چیزی که ما به مو ملت میمانیم که در سر خرمن طلا گشنه خواب میشه و هر شب و ما میتونیم که مسائل ملی خود حل کنیم. امی مسائلی که ما شما تحت مناقشه قرار دادیم که اینطور بحث میکنیم که عوامل قومی گویا یا ام اختلافات قومی یا جا طلبی های رهبران قومی و قبایلی موجب این شده که این نارامی را به وجود بیاره و جلوگیری بکنه از تشکل یک ملت سالم. یه تو نیست. اینجا رقابت امریکا و روسیه را در نظر هیچ از نظر نندازه. همین جنگ از اوناست. اینجا در وقتی که ما حکومت داشتیم ما لشکر و اردوی اتحاد شوروی را دعوت دادیم دیگه. آمدن اینجا. تا آخر حال هیچ کس جرات نمیکنه کی بود که رو دعوت داد. نه با اونا خوب بود، نه با ما خوب بود، نه با وضع منطقه خوب بود، نه با جهان خوب بود. لیکن اما تو
این آل ایالات متحده امریکا در اینجا. دلایل را که من برای آمدن از اینجا فکر میکنم از دلایل آمدن اتحاد شوروی قوی تر نیست. هیچه کی آورده چه تو آورده؟ میگه خود کوزگر و کوزخر و خود گل کوزه خود بر سر آن کوزه خریدار بر آمد. قوانین بین المللی را امو برای ما میسازه. روابط کشورها هم تحت امو قوانینی که منافع خود او هدف قرار میده. ما هم ترسیم. فلانی قرار دادی، فلانی چیز جنب او برای اروپا قانون ساخته، برای منافع غرب ساخته. با کشورهای فقیر آسیایی را در نظر نگرفته. حرف ها زیاد است. من پس میگردم به موضوع مرا ببخشین که باز شما را یک ذره گسترش دادم که شما شاید نمیخواستین که قدر وسط پیدا کنه. هستن مسئله ملی در افغانستان باید در کنار مسائل منطقه‌ای و بین المللی مطالعه کرد. شما فکر کنید اول سوریه را ببینید. در سوریه جنگ است. اونجا روس ها رفتن و حمایه کردن از رژیم اسد. و کشورهای غربی در رأس از ایالات متحده امریکا او مخالف امیر رژیم اسد و سیستمش و سلیقایش است. بنابر مناسبات نامساعدی که کت ازو داره. و اون روزا دیدین که کت کروز بمبارد کرد کل میدانهای بغداد و اینجور. یک گره دگان به سر گره ها زد. اینی قسم کشورهای بزرگ برای منافع خود مداخله میکنه و کشورها را در تصمیم سرنوشت خود در تعیین سرنوشت خود فرصت نمیتن. ما هم امی مسئله را یک بحث خوب شما شروع کردین. خدا کنه که رو دوام بدین در صحبت های مکرر. این گپ ساده نیست که راه اساسا امی بدبختی های جنگ منازع اقوام هست. عوامل قومی و اختلافات قومی هم هست. اینجا رفقا و علما دانشمندا هم هستن به او اشاره کردن. ما با کلی حرفا اختلاف ندارم، موافقه دارم. وقتی که شما سر اختلافات قومی در افغانستان گپ میزنین، عامل منطقه‌ای و بین‌المللی اختلافات هم فراموش نکنه. سپاسگزار. میمنگی صاحب، تاریخ افغانستان چی را بر ما درس میده؟ به ویژه بر نسل جوان. آیا میشه دیگر اقوام از زیر سلطه یک قوم بیاریم و تک قومی را در افغانستان رشد بدیم و به عنوان یک پالیسی حکومتی یا رسمی مروج بسازیم؟ با کمال احترام به صحبت های جناب مرادیان و جناب امیر صاحب، لایق صاحب، البته ما معترضه های به صحبت جناب مرادیان دارم که مثلا وقتی که میگن که یک چیز طبیعی به نام قوم وجود ندارد، به عقیده ما باید دیرد، به عقیده ما با احترام که به اینا دارم، خود قوم یک پدیده انسانی که من و ما را با هم تکمیل میکند و تکامل انسان بدون به وجود آمدن تشکلات اتنیکی اصلا در جامعه انسانی. حتی قرآن هم وقتی که میگه که ما شما را خلق کردم از یک زن مرد و برای اینکه شما معرفیشون شناخته شوین تقسیم کردم به اقوام قبایل و هیچ کس فضیلتی نداره. حتی در قرآن در متون دینی هم داخل میشه. و وقتی که ما تاریخ تکامل بشر در پیوند با جغرافیا و تاریخ مطالعه می کنیم، عوامل اقتصادی را زمینه می کنیم، مراحل مختلف اتنیکی یا مراحل مختلف ایجاد تشکلات جمعی انسان از طایفه تا قبیله و از قبیله تا ملت و ملت و مرحله بعدی که امیری صاحب اشاره کردن که ما مرحله مثلا جامعه پیشرفته حال دیگه به مسئله ملت توجه ندارن، به حقوق شهروندی ساختار دولت های فراملتی توجه میکنه. مثلا اروپا دیگه حالی دولت ناسیونالیستی نداره، مرحله ناسیونال. ما در افغانستان سوال شما را باید پاسخ بگوییم که جواب ما در رابطه با سوال شما است که تاریخ نشان داده که هیچ سرزمینی در تاریخ وجود نداره که به اجبار قومی نفع شده باشه و قومی تانسته باشه تا آخر در اونجا حکومت بکنه.
سلطه حکومت تک ملتی تک قومی یک پدیده غیر طبیعی و غیر انسانی است و هر قوم هر ملتی که به فکر ایش تحکیم سلطه تک قومی تک ملتی در یک سرزمین باشه عواقبش سرنوشت مثل سرنوشت افغانستان میشه. در افغانستان ما این اختلافات از اختلافات ابدالی ها و غلجایی ها شروع بکنیم، از اختلافات جاجی و منگل شروع بکنیم، مثل که مرحوم گلپاچا اولبکر در شعر خود به اشاره میکنه، و ما بعد وقتی که برسیم به اختلاف اختلافات بالا و پایین بودن و کوچک و بزرگ بودن، برادر خردی و کلانی پشتون و تاجیک و ازبک و هزاره و این آن، وقتی که ما به اشاره بکنیم در اینجا ما بنیاد یک نوع بی‌عدالتی را بر اساس فاقه فرهنگی اقتصادی اجتماعی به بنیاد گذاشتیم. بنیاد همه چیزش در نوع عقب ماندگی انسانی جامعه ما نهفته است، که این عقب ماندگی انسانی تنها به داشتن شاعر و شاعره و دیوانهای ما نیست. در زمانی که ما زندگی میکنیم مناسبات اقتصادی اجتماعی که سازنده زندگی اجتماعی امروز ما باشه، بنیاد چنین بی‌عدالتی ها را بر مبنای فقر هم از نقطه نظر دانش، هم از نقطه نظر اقتصاد، هم از نقطه نظر فرهنگ به بار میاره. و اصل عوامل همزیستی انسان جایش تحویل میده به چی؟ به من برتر قومی. قوم یک وسیله میشه که تا انسان‌های فقیر با شکمای گرسنه فقط عظمت خود فقط به نام قوم جستجو کنن، و این خودش یکی از عوامل عقب افتادگی، بدبختی و سیاروزی جامعه افغانستان است، که وقتی که ما می‌بینیم که قوم وسیله تفرقه و تفرقه وسیله عقب ماندگی، فقر و بدبختی‌های سازمان یافته جامعه میشه، و جامعه ما به گونه سازمان یافته در زیر دو سلطه قرار میگیره، سلطه بیرونی، سلطه درونی. سلطه درونی که پیوند میخوره با نخبه های قوم قبیله، قبیله سالاری را به بار میاره، و سلطه بیرونی عوامل بیرونی حمایه کننده های سلطه‌گرای درونی است، که ما در اینجا است که میبینیم که پدیده به نام مسئله ملی و نابرابری ملی و مسئله قومیت وجود میکنه. و حل از این مثل که در انگلستان کشور پیشرفته مثل ویلز و مسئله سکاتلند و ایرلند با وجود پیشرفته دارد، در اسپانیا وقتی در کانادا رای حل پیدا کنه، در اتحاد جماهیر شوروی بعد از 80 سال با حاکمیت شوراها وقتی که چه شد، از هم پاشید، در چک و سلواک، در یوگسلاوی، تجربه جهانی نشان داده که مسئله قومی یک مسئله بسیار تو پیش پا افتاده نیست، چون گره خورده با طبیعت زندگی انسان که من انسان به ما انسانی تبدیل میکنه. بنابراین ما باید توجه داشته باشیم در جامعه افغانستان با حذف هیچ قومی، هیچ قوم به تنهایی حکومت کردن نمیتونه. سپاسگزار هستم. دکتر صاحب، به شما برگردم بپرسم که باوری وجود داره که گروه قوم به عنوان ابزار مشروعیت سیاست در افغانستان و یا حکومتداری مبدل ساخته، و همزمان با این سوال دیگه که من میخوایم مطرح کنم که اکثر نخبگان افغانستان هستند که از دیدگاه قبیلوی در افغانستان حمایت میکنند، به خاطر گذشتن از این وضعیت و تحلیل پرسش من پاسخ شما چی بوده میتونه؟ ببینید، هویت افغانستان از سه بخش عمده تشکیل یافته است، که بستر هویتی ما آریانایی هستیم، ما یعنی آریانا، اما بستر هویت همه باشندگان این سرزمین می باشند. بستر بعدی از او خراسان هست. خراسان چیزی که بعد از حمله اعراب و آمدن اسلام به این سرزمین آمد، خراسان بعد بستر آریانا اینجا شد، و پس از آن در 150 سال اخیر هویت لایه جدیدی از هویت ما به اسم لایه هویت افغانستان ایجاد شده است. پس ما آریانا بستر هویت ما است، پس از او خراسان هست، و در مراحل پسین افغانستان هست. خوشبختانه در مورد هویت آریایی و هویت خراسانی ما هیچ شک و اختلافی وجود نداره. ما خراسان یک سرزمین مشترکی بوده، تمام اقوام افغانستان بخش از هویت از اونها هویت خراسانی بوده است، و همه ما به هویت آریایی خود افتخار میکنیم. ما میماند لایه سوم هویت ما که لایه هویت افغانستان است. برای افغانستان، هویت افغانستان اختلاف از اونجا وجود بیاید که ما
هویت افغانستان چگونه تعریف میکنه؟ سه دیدگاه وجود دارد. یک دیدگاه اقلیتی هست که هویت افغانستان را گره زدن به هویت یک قوم که پشتون ها هستن. افغانستان یعنی سرزمین پشتون ها. یک گفتمان، یک نگاه نسبت به هویت افغانستان هست. هویت دوم هویت ایدئولوژیکی هست که افغانستان یعنی سرزمین مسلمان های راستین، کشور مجاهدین. او یک نگاه دیگری هست. و یک نگاه سوم به هویت افغانستان، افغانستان به عنوان جمهوری افغانستان میبینن. جمهوری که در او تشکیل یافته از شهروندان با تنوع قومی، با تنوع سیاسی و ایدئولوژیکی. پس در افغانستان و جار و جنجال هایی که ما فعلا در افغانستان هستیم، رقابت سه دیدگاه است. افغانستان یعنی سرزمین پشتون ها یک دیدگاه است، افغانستان یعنی سرزمین مسلمان های راستین، و یا افغانستان سرزمین شهروندان می باشد. این هست که ما اگر ما به اصطلاح نگاه عمیق‌تر داشته باشیم به جار و جنجال ها، برمیگردن که به این سه اختلاف وجود دارد که ما باز می شود در سال های بعدی ببینیم که تفاوت ها و اختلافات این سه دیدگاه از کجا نشأت می گیرد. سپاسگزار هستم، به شما برمیگردم. من تکرار پرسش ما که از دکتر مرادیان کردم، استاد به شما تکرار می کنم. اویی است که یک باوری وجود دارد که قوم به عنوان یک ابزار برای مشروعیت یک گروه شده که اگر ابزار قوم در دست نداشته باشند، دیگه هیچ شاخصه برای توجیه خود برای حکم روایی در این مملکت برشان وجود نداره. این تنها در یک قوم در افغانستان نیست که شامل حال تمام اقوام افغانستان میشه. دیدگاه شما را در مورد این برداشت کاملا درسته. به حیث یک واقعیت باید بپذیریم که گرایش های قومی تنها در رأس هرم قدرت نیست، در سطوح پایین هم وجود داره و در مجموع فرهنگ عمومی افغانستان آغشته به گرایش های قومی است. در این شک وجود نداره. اما راه حل چیست؟ من پیشتر هم اشاره کردم که یک دولت ملی حافظ منافع کل افغانستان و نماینده تمام ملت افغانستان میتواند گرایش های قومی را تخفیف بده. درصد این گرایش ها طبیعی است. نمیشود شما یک کسی را کلا از هویت قومی تصفیه کنید، عاری بسازید، او را ادغام کنید در یک فرآیند کلان. ولی شما باید به قومیت به عنوان یک خرده فرهنگ در یک سپهر سیاسی کلان احترام قائل باشید. ولی یک سپهر سیاسی باشه که قوم یا عضو یک قوم، اعضای یک قوم خود را در اونجا تعریف کنه و منافع خود را در اونجا ببینه. این سپهر کلان میتواند که گرایش های قومی را تفکیک بده و تخفیف بده. مشکلی که ما در افغانستان داریم این است که ساخت حقوقی ما ملی هست. قانون اساسی داریم، قوانین دیگه داریم، پارلمان داریم. اینا این ساخت حقوقی چارچوب برای تأسیس دولت ملی فراهم کرده. اما عملکردها و گرایش های ما به خصوص در سطح نخبگان سیاسی قومی هست و این زمین خود به خود مسائل چیزی را که شما گفتید که قوم به صورت ابزار در سیاست درآمده ایر تشدید میکنه. راه حل برو رفت ای است. به خصوص من تاکید میکنم در سطح رهبری لیدرشپ بسیار مهم است. شما نباید نگران از این باشید که یک گرایش قومی کوچک در پکتیا به وجود آمده، در قندار به وجود آمده، در هزارآجات، بامیان، بدخشان. خیلی طبیعیه، اونا نماینده خرده فرهنگ افغانستان، مشکل نیست. بترسید از اینکه گرایش قومی در سطح کلان باشه. مشکل اگر از اونجا حل شد، این گرایش های کوچکی که از قوم به عنوان سیاست استفاده میکند، به عنوان ابزار سیاسی استفاده میکند، خود به خود یا تخریب پیدا میکنه یا حل میشه. مشکلی که ما داریم این است که ما اون سپهر سیاسی کلان را فقط در سطح یک ساختار حقوقی داریم، در سطح قانونی اساسی داریم، در سطح واقعی نداریم. باید تفکیک کنیم بین ساختار حقوقی و ساختار حقیقی. ساختار حقوقی ما ملیه، ولی ساختار حقیقی ما قومیه و در نتیجه بسیار ارتجاعیه. اگر بخوایم پرسش اساسی هم اینجا است که از یک اتحاد گفتاری و یک اتحاد عملی و وحدت که شامل حال همه باشه چگونه گذر کنیم؟ ما حداقل نسل نو افغانستان تجربه تغییر سه انتخابات ریاست جمهوری که یک رئیس جمهور دو بار حامد کرزی برای ملک حکم روایی کرد و حالا دکتر اشرف غنی به عنوان یک نخبه که هم صاحب دانش و تجربه بین المللی است و هم در افغانستان کار سیاسی انجام داده. به خاطر که روزمره بسازی می بحثه، چگونه میتونیم چیزی که برای همه جالب خواهد باشه ای است که فاشستترین انسان، شونسترین انسان را که شما در افغانستان ببینین ادعای ملیگرایی و ادعای ازیر داره که ای همه را قبول داره، اما تمرین سیاسی ما امور قمه که شما گفتین یک تمرین قومی است.
به خاطر گذر کردن از این وضعیت ظاهرا چیزی که شما میگین که چارچوب حقوقی قانون اساسی افغانستان دیگه بر ما کارا نبوده، برخلاف ما روندهایی را داریم تجربه میکنیم که بیشتر ما را قومی میسازه. راه حل جدا از چارچوب حقوقی چی بوده میتونه؟ دو چیز عامل تغییر، دو چیز. من خیلی جواب شما رو کوتاه میگم. یکی نخبگان سیاسی در سطح کلان، دیگر جامعه مدنی و احزاب و فرهنگ. اینها میتواند که تغییر را ایجاد بکنه، ولی شما از گرایش های محلی و لوکال در بامیان، در پکتیا، در بدخشان نخواهید که تغییر از اونجا شروع شود. او حق داره که نماینده منافع منطقه و حتی قریه خود باشه، ولی رئیس جمهور برای مثال حق نداره که نماینده یک گرایش خاص قومی و لوکال باشه. در نتیجه تغییرات از بالا شروع میشه. ما که میگم سپهر ملی ساخته نشده، سپهر ملی را حتی جامعه مدنی ساخته نمیتونه، رسانه ها ساخته نمیتونه، ما و شما ساخته نمیتونه، ولی رئیس جمهور میسازه. به خاطر که رئیس جمهور هم صلاحیت مردمی داره، هم مشروعیت داره و هم به لحاظ قانونی صلاحیت اعمال قدرت داره، او میتونه بسازه. ولی مشکل ما اینجاست که مشکل ما یعنی اینجاست که در طی این نیم قرن اخیر لیدرشپ ما، رهبری سیاسی ما نتوانسته که در یک پروسه ملی حرکت بکنه. اگر این دو نیرو فعال نشود، یعنی نخبگان سیاسی و نخبگان فرهنگی، هیچ گونه تغییر دیگه وجود نداره. شما از مردم، حتی مردم عادی اگر مناسباتش حسنه در سالهای بعد خراب میشه، به خاطر که از بالا به پایین این ایده ها سرایت میکنند. به او خاطر تغییرات فقط از بالا شروع میشه. ما تاکید میکنیم بر اصلاحات، بر رفرم سیاسی در بالا بر مبنای قانون اساسی. این یگانه راه حل طولانی هست ولی جواب میدهد. اجازه بدین که اگر پرسشی از اشتراک کننده های ما باشه بپرسیم، بعد به شما بر بگردیم. شما برادر پرسشی دارین؟ بله. از ما پوشتنه دکتر صاحب ترجی کیری لکه څنګه چې مخ کې د قوم تعریف کوي، چې قوم په طبیعي ډول باندې شتون لري، دا یو سیاسي ډله ده چې څومره خلک سره یو ځای سیاسي ډله ته غته مش قوم وایو. که تاسو د تاریخ په اوږدو کې او یاد اسلام مخ کې او یاد اسلام وروسته ځیر سئ، نو داسې قومونه وه چې هغه په خپل قوم باندې نازېدله، لکه څنګه چې تاسو هغه شپږ خبرې د نفرت او د یو په بل باندې فشار خبره وکړه. هغه تیر پسې به نه ګرځو، د احمدشاه بابا، میرویس، یا خوشحال خان خټک، یا سلطان محمود غزنوي، هغه پسې به نه ګرځو چې دوی قومونه یو د بل په وړاندې باندې پارول تر څو خپل کامیابي حاصل کړي، د دښمن په وړاندې یو قوم د بل قوم په وړاندې باندې تاریکوي تر څو اغه ویاړ وګټي، دبل هم تحریک سي چې اغه ویاړ وګټي. اوس راځو خپل افغانستان ته ګورو. افغانستان کې د درې لسیزې نه څلور لسیزې په افغانستان کې جنگ روان دی، او وایي چې 15,000 کلن تاریخ له داریانا څخه شروع، خراسان او بیا تر افغانستانه. زما په نظر باندې اوسنۍ حالت هغه سي مشکلات نه لري لکه په خوا چې تلور. اوس داسې چې موږ خپل افغانان د پردي هیوادونو څخه مو ګوندي هیوادونه دي، د هغو د سیاسي فعالیت، ژبنی فعالیت، مذهبي فعالیت یو جاهل کړي ګرځېدلی. جاهل کړي په دې مطلب چې زموږ تاسو د ناپوهۍ څخه ګټه اخیستل کیږي. که زموږ تاسو په قوم کې یو نفر مشر دی، ټول قوم سي بې تعلیمه دي، په جهل کې ژوند کوي، د څلور لسیزې د جنگ او جګړې په ډګر کې بوخت و، د علم او تعلیم دانش څخه لري پاتې و، هغه یو نفر چې قوم مخته کړی دی، د هغه شاته یو هغه هم د فردي هیوادونو د امتیاز په بدل کې پلورل شوی دی. هدف دا دی چې اوس دغه شتون حالت، دغه شوم حالت چې اوسنۍ حالت په افغانستان کې جریان لري، چې کله د دانشګاه او دانشګاهي په موضوع باندې، کله د افغان او افغانستان پر موضوع باندې، کله د ډیورن دا مسلې رامنځته شوي، د دې د حل لارې څلور مرتاسو خو د سیاست په ډګر کې سپاسګزار استم. شتون دغه شته سیاسي ازاوی چې لرو، دوی څه حل لارې لري دي چې دغه موجوده ستونزې حل کړي؟ مننه. تشکر. کس دیگه شما پرسش دارین؟ لطف کنین. سوال متوجه صد میشوند. استاد، یگانه مکانیزم و رای حل قابل قبول و عبوری که بتانیم از نظام کنونی قومی و یا قبیلوی به یک نظام متمرکز قابل قبول در مسیر تاریخ را پیدا بکنیم، رای حلش چیست؟ سپاس. تشکر. شما هم پرسش دارین؟ پرسش هم میگیریم اگه اجازه تان دکتر صاحب باشه، بعد به پاسخ ها. حرف ما متوجه لایق صاحب است. پدیده تعصب متاسفانه در کشور ما رخ نکده و با گذشت هر روز این گسترش پیدا میکنه و کسایی هم هستند میگن نه، من یک شخصیت ملی دارم و همیشه طرز تفکر ما، اندیشه ما و همچنان ملی خدمت میکنم. اما زمانی که منافع شخصی مطرح میشه، بازم با اصطلاح عامیانه تر بگویم طرز تفکر 360 درجه تغییر میکنه و او شخص سابق نمیباشه. و همچنان اگر بیایم حالا از نگاه اسلامی ببینیم، تعصب در
اسلام جایی نداره. قسمی که در حدیث آمده گفته کسانی که تعصب می‌ورزند و کسانی که باعث میشن در میان اقوام جامعه تعصب ایجاد شوه، اونا از جمله مسلمانان نیستند. ما فقط میخوایم یک نظر شما را کوتاه داشته باشیم با جوانانی که و همچنان آینده سازان چطور میتونن قربانی این موزل نشوند. سپاسگزار هستم. استاد شما مهربانی کنین، دو سوال از شما مطرح شد که هر دو تقریبا یکی بود با یک تبصره، که راه حل چی بوده میتونه و پیام برای نسل نو چی بوده میتونه. دو گونه برخورد افغانستان میشه که خارج از انتخاب ماست. یک راه حل دینی اسلامی که احزاب راست تفکر معین و مشخص نام گرفتن خوب نیست و جنجال و منازعات اضافی می انجامه، اونا معتقد هستن. در قرآن آیه است که یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. شما را از یک پدر و مادر ای مردم ما ایجاد کردم، شما را قبایل و اقوام ساختم به خاطر اینه که برتری دارد. او آیه اطور است سیاقش که گویا به خاطری که بشناسین یکی دیگر در قرآن هم گوید لتعارفو، که به می مثل که سر خانه ها نمره میزنند، سر موتر ها نمره میزنند، شناخته شوه و یک هویت پیدا کنه. این کدام مسئله فضیلت نیست که پشتون حتما بر هزاره برتری داره یا بر تاجک برتری داره یا تاجک بنابر فرهنگ بسیار کهن بر دیگه اقوام برتری داره. این ما رو به بیابان سیاه میبره. این هم فیصله دین است که فضیلت شما بر تقوای شماست، یعنی وظایف خود اجرا کنین، بر جامعه مفید باشین، بر انسان و بر رشد زمین. که زردشت کبیر میگفت که کسی که زمین خدمت نمیکنه او دوست خدا نیست. یعنی زمین هم نگاه کنیم، پرورش کنیم. این مسائل دینی از زردشت تا به اسلام تغییر نکرده، یک گونه هست که قبایل و اقوام این وسیله فضیلت نیست. و این اگر کدام با زور، با جنگ، با پرخاش کدام قبیله، کدام قومه صلاحیت های با دست میره، از نظر منافع بشریت و انسانیت ای وفق نمی کنه. هر کسی که آگاهی داره، هر کسی که به بقای بشریت و به بقای کره زمین علاقمند است، باید با این مفکوره ها مخالف باشه. می مسائل امروز تحلیل های که بسیار به منابع دینی تکیه نمی کنه و روی تجارب و مشاهدات استوار است که دانشمندا هست و ما در تخصص زبان نمیدرایم و میگن برتون که نسل آینده اینمی مسائله باید در نظر بگیرن که موجب تنازع در مابین اقوام نشه حداقل، و میمونه وظایف که یاره چطور شوه که اینا با هم بجوشن. مثل که استاد گفت، ما بیخی تایید میکنم، ما گپ مرادیان سبم تایید میکنم و استاد خو بسیار متدیک و بسیار درسی به ما افاده دادن، استفاده کردیم، فیض بردیم. بالایی ها و نخبه ها و عالی این سازمان های نوی که به نام جوامع مدنی به وجود آمده، اینها باید علیه این مفکوره ها که ما او را مفکوره های ارتجایی میگیم، ما یک ذره نل سرخ هستم، همون اصطلاحات به کار میبرم، و اینا باید علیه این اندیشه های ارتجایی باید مبارزه بکنن، بجنگن. این من برتان میگم که این مشکل نیست، اما تو که استاد میگه در بامیان چی میگذره؟ شما چطور میتونین یک قوم را که تقریبا 200-300 بلکه 4 قرن تجرید شده و کلگیر پنسل پاک کنین و فرمایش بدین که شما مردم خوب شوین؟ گپی نیست. میایه کتی گپای خود مکتب میایه، دانش معاصر میایه، علم گسترش میفته، اقتصاد تغییر میکنه، تکنولوژی رشد میکنه، مردم به صورت تدریج رشد میکنن، از این حالت، از این اندیشه ها میرن ملت میشن. لیکن این رو باید کمک کرد. روشن فکر یا نخبه های بالایی نقش امیر دارن که مثل کتلست میتونن پروسه رو تسریع کنن، زیاد از او هم نقش ندارن. و باید ما یک چیز بپذیریم که ما یک کشور عقب مانده هستیم. عوامل از او را آل تشریح کردن از اوصلی امی
جلسه امام بیرون است، از هدف ازیان بیرون است. ای عوامل تاریخی داره، حوصله میخواه، تعامل میخواه، مبارزه میخواه، فرشته ها از آسمان نمیگه شما را کمک کنن. این همی انسان است، خداوند دور برترین مخلوقات آفریده، باید مشکلات خود حل کنن. ما خمایای مرده نیستیم که به هر طرفی که ما را کسی در یک جویبار پرت هموسو بریم. ما آدم های زنده هستیم، هر کدام هم مسئولیت داریم. ما در فامیل خود، از فامیل شروع، در کوچه خود، در قوم خود، در قبیل خود باید علیه مفکورای ارتجایی بجنگیم. بگویم که بدر دشمنی اینی از عرب تاجک مفید نیست، هر دو طرف تباه میکنه. چی باید اسمرنده این جنگ؟ همین جنگ که پیشوی تان گذاشت یک لابراتور تاریخی و اجتماعی بزرگ بود. ما چی نکدیم؟ ما برادرهای خود با آتش انداختیم، فکر کردیم که ما قوم خود میارم تثبیت میکنم. نه پشتون، مشخص براتون میگم، نه تاجک. این نظریات کل دنگ زیادتر همین دو قوم در برابر یکی دیگه متوارث شدن. فاجعه است. هر کس در دسترخانش یک لقمه نان مساق است. هر کس در دفاع این سرزمین مسئولیت داره. و قوانین همونطور که استاد گفتن جریان قانونی بسیار عالی است. اجراعاتی که دولت در مورد قانون گذاری میکنه مورد توقع ماست، اعتماد داریم به اون. لیکن اگه او با عمل انقلابی جدی توام نباشه، اگه حرف است، یک نصیحت است که با یک بیابان گفتن و تیر شدین. من فکر میکنم که آل شما فکر کنین آدمای مثل میمنگی صاحب، مثل مرادیان صاحب، استاد محترم، این آدم ها ما این قسم نظریات نمیشنیدیم. این رقم فضا نبود. امی هم در اثر مبارزات امین نسل جوان ولو کم است، ولو کیفیتش هم ضعیف است، به وجود آمده. ما این جهت ترجیح بدیم سر قوانین پافشاری کنیم و برای تطبیقش فداکاری کنیم و غالمغال کنیم و اصرار کنیم و فشار وارد کنیم. فشارهای مدنی طریقهاش معلوم است. مظاهرات، کتاب نوشتن، ترویج کردن، در دهات رفتن، خدمت کردن، داوطلب شدن، و این راه است. و متاسف میکنم که اگر از این نسل به نسل دوم هم این مرض ازارگی و پشتونولی و تاجیکی و ازبکی تیر شود، این کشور حالش چی میشه؟ من فکر میکنم، من خودم هیچ در زندگیم خاطره ندارم که یک آدم به نام ازاره یا ازبک مشکل داشته باشم. اینکه نزدیک شدیم دفته بعد رفیق بوده. اگر همه چیز چی پیدا میشه؟ اضافه خواهی. اضافه خواهی های ملی و جاه‌طلبی های ملی دولت مسئولش است، قوانین مسئولش است. ایره به هر آدم در هر جای باید، هر ملک و هر دی و هر قاچاقبر باید این استفاده نکنم. ایران ما باید بفهمیم. حالی خوب بدبختی است که همون زرین ترین پرنسیب ها را قاچاقبر و مافیا استفاده میکنن. آزادی است. این اینجا این حال من میتونم همه مقامات دولتی را دشنام بتونم، لیکن نتیجه از این چیز این نتیجه نداره. ما حرفایی را میشنیم از این ستیجا که بر یک ملت مهذب شرم‌آور است. استاد اجازه بدید از تجربه سیاسی تان یک پرسش کنم. شما یک وقت یکی از سران یک نظام در افغانستان بودین. تجربه قومی در حکومت شما چگونه بود؟ واقعا ما تلاش میکردیم برای از اینکه دیدگاه های ما دیدگاه هاییست که شما به او آشنا هستین و ما تفاوت نمیگذاشتیم در مابین اخوام و قبایل. طرحهای ما طرحهای طبقاتی بود. این تو طرحها بود که هر کس صاحب دسترسی به مکتب، دسترسی به صحت، دسترسی به نان و خانه و کالا، حتی شعارش هم در ترانه امو ملی ما هم داخل بود که کور والو، کالی والو، لوله والو. این تو نبود که ما پشتونا رو میخواییم یا ما این میکنیم یا فلان آدم. لیکن در کل نظریات بی خواهانه فراموش نکنیم و در کل نوزتا و جنبش ها، او جنبش ها در پولی خود سایه خودم داره، گپای هم داره. مثلا چیزی که ما در او وقت بسیار اشتباهات جدی کردیم و نرسیدیم با اهداف خود، ما امی علانات بسیار تاریخی را که تعمل میخواه تغییر دادن از او ما در نظر نگرفتیم. حتی ما بعضی چیزهایی را که مردم افغانستان قرنه به کار است که در اون مورد چی کنیم؟ ما طرح کردیم و خواستیم اون اصلاح کنیم. ما به چیزهای اولی نپرداختیم، به چیزهای غیر ضروری پرداختیم که از لحاظ اندیشوی انسان را بسازیم. ما باید کوشش میکنیم که یک نان و همه به وجود بیه. حالا هم برستان بگویم که یکی از اختلافات قومی جنگ
سر منابع مادی و جنگ سر نان دسترخان است. دینی دسترخان اگه عادلانه این دسترخان گسترده شود، مناسبات عادلانه اجتماعی هم به وجود می آید، مقامات هم درست تقسیم می شود، دولت های درست هم به وجود می آید. و خوشبختانه که آل آدم گفته نمیتونم قاطع، لیکن آدم میبینه که دولت های معاصر و همین دولت موجود جدا در پشت بهبود اقتصادی شروع کرده. و متاسفانه یک بار باز میم که همه این حرف هایی که ما میزنیم نافش بسته است که منازعات بین المللی. بدبختی ما همین وضع جغرافیوی ماست که یک وضع جغرافیوی داریم که هر کسی همینجا را کار داره. و آل ای را میگه رئیس جمهور ما در اخبار، من بیانیش را خواندم که گفتی غنی ترین کشور است. ما همینجا حکومت کرده بودیم میفهمیدیم که می غنی ترین کشور است، لیکن غنایی که دست ما به اون نمیرسه. پیشتر براتون گفتم ما با ملت میمونیم که سر خرمن طلا گرسنه خواب میشه و ما را نمیمونن. دکتر صاحب، پرسش از شما هم بود، میشه تکرار کنیم؟ پرسشی بود که راه حل بر وضعیت کنونی چی است؟ دوست ما برداشت بسیار مختص به خودشان داشت که اگر او رو من تکرار کنم. ببینید، یکی از مهمترین راه حل ها یک گفتگوی بین القومی ما نیاز داریم. ما در پاسخ اول ما اشاره کردم گفتمان قومی چند شاخه دارد و ما تا زمانی که یک گفتگوی قومی با یک دیگر نداشته باشیم نمیتوانیم درک کنیم که آیا یک هزاره نسبت به یک پشتون نفرت دارد یا از یک پشتون ترس دارد، یا یک پشتون نسبت به تاجیک که میخواد انتقام بگیرد، یعنی حق طبیعی او هست. پس بسیار مهم است که ما یک گفتگوی قومی داشته باشیم که واقعا تبیین شود که این نفرت است، ترس است، انتقام از حق از سلطه طلبی است. چگونه راه عملی برای گفتمان وجود دارد؟ مثلا همه گفتگوهای رسانه‌ای بسیار مهم است که ما داشته باشیم در سطح جامعه. یک فرهنگ سیاسی که ما داریم که بعض تاریخی است، مثلا بین عرفان و شهر همیشه یک اختلاف وجود داشت. یک چیزی که در عرفان و تصوف پیدا میشد شرع ضد از او میگفت. در فرهنگ سیاسی افغانستان هم ما یک دوگانگی وجود داره. وقتی که ما پیش هم هستیم حرفای خوب میزنیم، اما از اتاق که بیرون شوین بین خود، بین همقوم ها که کنار هم جمع میشویم چیزهای دیگر ما میگوییم. پس این خوب است که همون دیدگاه هایی که ما نسبت به دیگر داریم در یک محیط و یک فضای شفاف گفته شود که ما تفاوت های ما کجا هست، نقاط اختلاف برانگیز ما کجا هست، که از دل گفتگوهای بین قومی ما به یک تفاهم قومی برسیم. تفاهم قومی چند بخش دارد که باز میخوام فقط یک نکته مهم برجسته بسازم. تفاوت قومی به معنای این نیست که ما همه چیز را قبول داشته باشیم، نه. تفاهم یک بخش مهم از تفاهم بین القومی یه است که ما جاهای قبول با هم نقاط مشترک داریم. ما مثلا منافع مشترک است، منافع مشترک همه اقوام افغانستان صلح و ثبات و یک اقتصاد موفق است. ما به این میتونیم با یک نقطه وصل برسیم، به عنوان منافع مشترک همه اقوام صلح و ثبات است. اما یک نقاط اختلاف برانگیزی هم وجود دارد. در مسائل نقاط اختلاف برانگیز ما باید یاد بگیریم که احترام کنیم، احترام داشته باشیم. که مثلا بحث خط دیورند برای پشتون ها، ما باید بفهمیم که نگاه پشتون ها نسبت به خط دیورند متفاوت از نگاه غیر پشتون ها است و ما به دیگر احترام داشته باشیم. احترام به معنای قبول نیست. ما مجبور نیستیم که دیدگاه یک دیگر نسبت به یک نقطه اختلاف برانگیز قبول کنیم، اما ما یاد بگیریم که با هم احترام داشته باشیم. اما دکتر صاحب، اگر اجازه باشید در این محتوا من یک پرسش مطرح کنم. گاهی هم به برداشت اکثر اقوام در افغانستان منافع حیاتی وجود داره که اختلاف از او باعث تنازع میشه و اینمو تئوری را که شما میگین احترام باید وجود داشته باشه را دیگه جا برش وجود نداره. من یک مثال کلان شه براتون بگویم، مثال که کی در رأس قدرت در افغانستان باشه، چگونه برای اتو از مواردی که میتونه به عنوان یکی از منابع منازعه هم به گونه تاریخی باشه هم به گونه با یک وضعیت فعلی
رسیدگی صورت بگیره؟ نکته بعدی بود این هست که ببینید بحث یک تفاهم گفتگوی بین القومی هم نیاز هست که از دل گفتگو ما به یک تفاهم قومی برسیم که تفاهم جاهای تثبیت میکنه که کجا ما قبول داشته باشیم و در کجا به دیگر احترام میگذاریم. اما بحث دیگر بحث ساختارهای حقوقی میباشد. آقای امیری گفتن ساختارهای حقوقی افغانستان متاسفانه مبتنی بر اصل شهروندی نیست، یک اختلاف برانگیز هست. یعنی از یک جای دیگه میگه جمهوری اسلامی افغانستان، به این معنی هست که یک هویت ایدئولوژیکی به جمهوری پرداخته است. این است. پس و از طرف دیگه وقتی که ما میگیم یک رئیس جمهور و دو معاون، کسانی که این فرمول طراحی کرده بودن در ذهن اینها یک سلسله مراتب قومی در ذهن از اونها بود که باید یک پشتون رئیس جمهور باشد و دو معاون از او یک تاجیک باشد، یک ازبک یا یک هزاره. پس ساختار حقوقی باید تغییر پیدا کند، مبتنی بر اصل شهروندی باشد که هر کس توانست از دل یک انتخابات آزاد برنده شد او رئیس جمهور باشد، حالا او پشتون باشد، تاجیک باشد، هزاره باشد، ازبک باشد. اینها تفاوت بس یک چیزی که مشخصتر میگویم ما تفاوت فرهنگی خود خور باید قبول داشته باشیم، اما نه تفاوت سیاسی. تفاوت سیاسی تبعیض است، قابل قبول نیست. ما باید دنبالی باید بریم که برابری سیاسی باشد اما تفاوت سیاسی باشد. اما تفکیک تفاوت سیاسی و فرهنگی هم در افغانستان تا حد چالش‌زا بوده. چگونه میتونیم شما بس از عرض کردم که ما اینجا سه گفتمان داریم، یک گفتمان قومی هست، گفتمان دینی هست، گفتمان جمهوری یا شهروندی میباشد. متاسفانه گفتمان جمهوری و شهروندی طرفدار داران زیادی ندارند. بیشتر ما یا آدرس ما از یک گفتمان قومی میاد یا از آدرس دینی اسلامی میاد. متاسفانه گفتمان جمهوری در افغانستان که اعلیحضرت امان الله خان بیرق از زور برافراش در اقلیت هست. پس ما باید در روی گفتمان شهروندی و جمهوری سرمایه گذاری کنیم که گفتمان جمهوری، گفتمان شهروندی تبدیل شود به گفتمان برتر در افغانستان. استاد امیری، پیش از اینکه با استاد میمنگی بر بگردم یک پرسش در ذهن ما آمد که مرتبط به صحبت‌های شما بود. یک برداشت وجود داره یا حداقل یک منطق سیاسی که هیچ رهبر قومی در افغانستان نمیتونه به سرعت تغییر بیاره با در نظر داشته که مناسبات قومی است از حوزه رأی یا مشروعیت کو میگیره و این بیشتر صدق میکنه به رهبری پشتون در افغانستان. شما هر از گاهی که با حداقل من افتخار مصاحبه با اردو رئیس جمهور گذشته و فعلی افغانستان دارم، شما وقتی که امروشان صحبت بکنین یکی از ناگزیری های زوایی است که شما در یک کشور زندگی میکنین که مناسبات قبیلوی است و برای تغییر آوردن با این مناسبات قبیلوی در افغانستان شما نمیتونین دست باز داشته باشین و رفت به شهروندی. چقدر شما این منطق توجیه وضعیت از جانب رهبری افغانستان نمرتبط به دو رئیس جمهور، رئیس جمهور غنی و رئیس جمهور پیشین کذایب، در کل به گونه تئوری قابل قبول میدانین؟ ببینید، اگر ما همیشه وضعیت نامطلوب موجود را، وضع موجود را به بهانه مناسبات قبیلوی توجیه کنیم، به نظر من نیست که ما عقب ماندگی تاریخی را توجیه میکنیم. هیچ گونه دلیلی منطقی و تئوریک برای از این وجود ندارد که جامعه افغانستان دارای مناسبات قبیلوی هست. در نتیجه شما باید به فرهنگ قبیلوی احترام کنید یا در نتیجه شما باید در وضع موجود حفظ کنید وضع موجود را و گامی به پیش نگذارید. اتفاقا ما پیشتر که روی لیدرشپ و رهبری سیاسی تاکید کردم، دلیلش همی است که رهبری باید جامعه را گذار بدهد. فرهنگ قبیلوی در 100 سال اخیر دچار بحران است. هیچ پاسخی به هیچ نیاز انسان افغانی داده نتوانسته است. مکلفیت اخلاقی از قانون هم که بگذاریم، مکلفیت اخلاقی هر رهبر سیاسی است که باید جامعه را از وضعیت گذار، از وضعیت گذار انتقال بدهد به یک مرحله دیگر. اما وقتی که رهبری سیاسی بر فرهنگ تاکید میکند، بر مناسبات قبیلوی تاکید میکند، معنیش است که واقعا همونطور که شما اشاره کردید از وضعیت سوء استفاده میکند. ما باید تاکید کنیم با شجاعت،
وقتی که مناسبات حقوقی تعریف شده علارغم نقایصی که ممکن برایش وجود داشته باشه یک رهبری سیاسی باید در چارچوب قانون عمل کنه نه در چارچوب مناسبات قبیلوی. خیلی خوب، اولا از لحاظ منطقی درست نیست که ما بگیم مناسبات افغانستان مناسبات قبیلوی و ما به عنوان رئیس جمهور باید به این مناسبات احترام قائل باشیم. شما به عنوان رئیس جمهور سوگند یاد کردید که قانون را تطبیق کنید. ما در کنار مناسبات قبیلوی که 10% فرهنگ افغانستان را تشکیل میدهد قانون داریم. سابقه قانونگرایی در افغانستان هم در که آقای مرادیان اشاره کرد از دوران امان الله به این طرف ما همیشه خواستیم که قانون مدرن داشته باشیم. اصلا نظام شرعی ما تبدیل پیدا کنه به قانون مدرن، قانون وضعی. چرا ما باید که این حقیقت را، این مبارزات طولانی را که میخواییم در یک مناسبات مدرن زندگی کنیم احترام نکنیم او طرف را؟ 100% پشت از اجندای سیاسی او نهفته است، 100% سوء استفاده سیاسی در اینجا وجود دارد و منطق هم ندارد. اینکه ما میگیم افغانستان با یک فرهنگ قبیله به کلی غلط است. اقلیت از فرهنگ افغانستان را پشتونوالی و نمیدانم چی و اینها تشکیل میدهد. افغانستان میخواهد وارد یک مناسبات مدرن شود. الان شما این همه رسانه میبینید، این همه فعالیت میبینید، این همه توجه، همه اینها میخواهد در یک مناسبات قبیلوی زندگی کنه، ولی رئیس جمهوری که این حرف میزنه ما کار نداریم. رئیس جمهوری که این حرف استاد امیری، اگر من یک پرسش دیگه مطرح کنم، اول لایق پیشتر به یک نمونه تاریخی از دورانی که جنابشان در حکومت بودند صحبت کردند. ما تجربه تغییر فوری را هم در افغانستان داشتیم که با یک واکنش جدی فرهنگی در افغانستان روبرو شده. بزرگترین نمونهش جناب لایق صاحب اینجا اشاره کردن. چگونه میشه که از یک طرف گذر بکنیم از اون چیزی که شما به عنوان پروسه انتقال میگین به یک وضعیت نوین و همزمان مانع یک نوع واکنش فرهنگی شویم؟ به یاد داشته باشیم که قسمت از منازعه حتی فعلی افغانستان یک منازعه فرهنگی هم هست. همون رقم جناب دکتر صاحب به او اشاره کردن که ما هنوز وارد یک گفتمان قومی میان اقوام افغانستان نشدیم و یک طرفی که می جنگه برداشتشی است که طرفهای دیگه غاصب هستند و از وضعیت آمدن استفاده میکنن و یک و حتی امون نظم تاریخی افغانستان بر هم میزنن. بسیار نکته جالب است. در مورد منازعات قومی یک واقعیت وجود داره، ولی فقط منازعات قومی را یک دولت ملی مدیریت میکنه. بنابراین تاکید ما بر داشتن یک دولت ملی که برایند ملت افغانستان و همه اقوام افغانستان باشد بسیار اساسیه. اگر ما دولت ملی نداشته باشیم منازعات قومی افغانستان را به طرف تباهی میبرد و مدیریت نمیشه. تکرار میکنم که این فقط دیدگاه شما بر یک قسمت از منطق میگنجه که او طرفداران جمهوری است، اما طرفدارانی که به این برداشت هستند که اگر تغییر در افغانستان به وجود بیاید و سبب واکنش فرهنگی شود شما با چی با؟ واکنش فرهنگی به نکته دو میتونم برسیم. شما اگر یک 50 سال اخیر را که افغانستان دچار بحران دولت بوده مرور کنید، یک مطالعه تاریخی داشته باشید، هیچ زمانی مانند زمان فعلی نسل جدید افغانستان، مردم افغانستان استعداد رفتن به طرف یک وضع جدید، استعداد داشتن یک نظام دموکراتیک را نداشته. همین وضعیت را شما استاد محترم پیشتر گفتند که در دوران حکومتشان امکان یک همچو بحثی وجود نداشته. قیاس کنید با دوران دولت مجاهدین، دولت طالبان. خدا نگهدار، منظور من اینه که هنوز ما طرفداران جمهوری را بیشتر میبینیم که پایتخت نشین و شهر نشین هستند، در حالی که آخرین آمار نشان میده 33% مردم افغانستان در شهرها مینشینه و عکس بیشتر از 67% دیگه مردم افغانستان در روستاهای افغانستان هستند که هنوز مناسبات به شدت مناسبات قبیله ای است، با تغییری که نظر به جغرافیا شمال و جنوب و شرق و غرب افغانستان وجود داره. نسخه ای که بتانه شامل 67% دیگه شود چگونه می باشه جناب استاد؟ روستاها و دهات افغانستان دهات نیم قرن پیش نیست. در اکثر از این دهات فعلا محواره رفته است. اکثر این دهات فاصلهش با شهرها اگر در گذشته بسیار زیاد بود بسیار کم شده است. شما باید تغییرات ساختاری که در جامعه افغانستان به طور کل به وجود آمده است، گسترش تعلیم تربیه، گسترش تحصیلات عالی، میل به ثروت، تمایل به قدرت، کسب قدرت، اینها همه انگیزه های جدیده که در سابق وجود نداشت. گاه خیال میکرد که یک پادشاهی وجود داره و مردم برای دوام عمر پادشاه دعا میکردند. فعلا حتی در روستاهای ما شوراها داریم، جامعه بیش از حد سیاسی شده است. من طرفدار از این نیستم. برمیگردم به سوال اولتان که رئیس جمهورها هر نوع تغییرات را به مناسبات قبیله‌ای در افغانستان منوط میکند، این غلط است. افغانستان افغانستان گذشته نیست، تغییرات بسیار گسترده است. چند چیز وجود دارد: مشارکت در قدرت،
خواست قدرت، خواست ثروت، خواست تجمل در اکثر جوانای ما، اینها همه پدیده های بسیار جدید هستند و ما نمیتوانیم که بر اساس مناسبات کهن بگوییم افغانستان یک کشور قبیلوی است. تغییرات ساختاری در افغانستان واقعا جدی هست و این زمینه را برای یک گذار فراهم میکنه، ولی هر رهبر سیاسی که در پشت مناسبات قبیلوی پنهان میشه، یک معنایش است که او از درک واقعیت های جدید افغانستان ناتوانه. افغانستان بخش از جهانی شدن است. افغانستان، جوانان افغانستان میخواه مانند سایر جوانان زندگی کنه. معنای دیگه شی است که او واقعیت را میفهمه، ولی در پشت شعار پنهان میشه تا خود را در پوشه قبیله و به عنوان قهرمان قبیله جا بزنه. تاکید بر مناسبات قبیلوی به نظر من بیشتر از 20% در افغانستان کاملا یک شعار سیاسیه، ولی تا 20% واقعیت داره. افغانستان درسته که کشور قبیله ها هست، قبایل وجود داره، ولی در افغانستان مبارزه مدنی وجود داره، مبارزه برای قانون وجود داره، حداقل این مبارزه برای قانون نیم قرن سابقه داره. شما ببینید ما در دوران امان‌الله خان کتاب سراج الاحکام نوشته شده و برای قضاوت با قانون سازی کردیم. در دوران امان‌الله ما نظام سازی کردیم، 50 تا 70 تا نظام نامه ساخته شده، ما برای عسکری، برای آذری، برای رخصتی قوانین ساختیم. شما فکر کنید اینها هیچ هسته؟ هر رهبری که تاکید میکنه که افغانستان کشور قبیلوی، تاریخ مبارزات نیم قرن اخیر را 100% نادیده میگیره. افغانستان و افغانستان گذشته نیست. به من خاطر ما تاکید میکنیم که حکومت گذشته و مدل حکومت داری گذشته هم دورانش ختم شد. سپاسگزار. به خود دخالت در مورد بحث شهر و روستا داشته باشون که متاسفانه ما شهرنشینان یک نگاه بالا به پایین نسبت به روستاییان دارین و در هر بحثی میشود میگین که ما راه حل هستیم، ما شهرنشینان و مشکل روستاییان افغانستان هستن. در صورت اگر ما تاریخ افغانستان نگاه کنیم، بخش زیادی از مشکل افغانستان ما شهرنشینان، بخصوص کسانی که از بیرون از افغانستان آمدن انجام دادن. ما 4 نمونه تاریخی میگم که چرا مشکلات افغانستان در تایید صحبت های استاد که ریشه بیرونی دارد، یک از ریشه های بیرونی او افغان های هستن که در بیرون بودن و ناخواسته ناآگاهانه تئوری ها و ایدئولوژی های بیرونی ها رو تقلید کردن و خواستن بر مردم سرکوب کنن. در نمونه اول مثلا بحث مرحوم نگاه تاریخی است. او کسانی که میخوایم نام بگیرم زنده نیستن که از خود دفاع کنن، و من یک بحث تاریخی میریم. مثلا مرحوم طرزی میرود به ترکیه و جرابس هایی که در ترکیه در عثمانی وجود دارد شاهد می شود و او نمونه هایی که از ترکیه دیدد می آید به داخل کابل و می خواهد بر جامعه افغان تحمیل کند. یا جریان های اخوانی هستند که استاد مرحوم ربانی، آقای سیاف که زنده هستند، یا استاد نیازی میرن به پوهنتون های مصر، در پوهنتون الازهر مسائل اخوانی ها رو می بینن، جرابس هایی که در جهان عرب وجود داشت با اسرائیل و عرب ها، از اونها تقلید میکنن، میان وارد جامعه افغانستان میکنن و میخواهند سرکوب کنن. یا از دوستان و چپی ما هستن که میروند به شوروی تحصیل میکنن و تئوری ها و جرابس هایی که در زمان تئوری های مارکسیست و لنینیست و اینا هستن از اونها میشنوند اما درک نمیکنن بعضی از اونها و میان در جامعه افغانستان میخوان پیاده کنن. و نمونه آخری هستن کسان تکنوکرات های غربی مثل ما هستن، مثل دکتر اشرف غنی هستن، که تئوری های قومی که در دانشگاه های غربی، در پانتون های غربی وجود دارد میشوند و میخوان بیارن وارد جامعه افغانستان کنن. دکتر اشرف غنی همانقدر تئوری های قوم و اکثریت و اقلیت و اشتباه میخواهد در جامعه افغانستان پیاده کنند، به همون منطق که استاد نیازی خواست اندیشه های اخوانی ها رو تطبیق کنند. پس یک مشکل جدی که ما در افغانستان داریم کسانی هستند که در بیرون از افغانستان درس خواندن و میخواهند الگوها و مدل های کشورهای دیگر بر جامعه افغانستان تعمیل کنن. پس ما باید به روستایی های افغانستان احترام کنیم. اونها واقعا قربانی ما شهری ها بودن، بخصوص شهری های مثل ما و که در بیرون درس خواندیم و خواستیم که تئوری های دیگران بر جامعه افغانستان تحمیل کنیم. سپاسگزار. استاد میمنگی، شما رای حل، به خاطر که با لحظات آخر برنامه نزدیک میشیم، به خاطر جنبندی نگاه ما باید با آینده باشه و امور قمی که استاد لایق در صحبت خصوصی بر ما گفت که نقشی و نامام نه گسترش استکاک های موجود، بلکه
حداقل راه‌های مفید برای حل وضعیت روانی و عملی در اجتماع ما باشه، راه حل چی بوده میتونه؟ احترام به همه بزرگوارا، باز هم من تاکید میکنم چند نقطه بر من قابل تحمل است به صحبت هر یک از دوستان. مرادیان صاحب به آریانا و خراسان و افغانستان اشاره کردن. من واژه آریانا و آریایی را یک واژه نژاد پرستانه و کاملا وابسته به نژاد معین میابیم که این خودش یکی از عوامل افتراق در زندگی اجتماعی مردم افغانستان میتونه شود که ترک غیر آریایی با تاجک و پشتون و آریایی هزاره و ازبک این میتونه که یکی از عوامل نژادی خلق کننده باشه، مثل که در آلمان و در اروپای قرن 20 این عامل بدبختی شد، در افغانستان عامل چنینی را به بار بیاره. کلمه آریایی اصلا در فرهنگ تاریخ مردم این سرزمین وجود نداره تا زمان صدارت شاه محمود خان و جنگ دوم جهانی که در افغانستان صادر میشه و این پذیرفته میشه. در تواریخی که جناب لایق صاحب مدور دارم، من هم کم بیش از تواریخی که از تبری شروع تا به تاریخ زین لخبار گردیزی تا تاریخ احمدشاهی تا آخرین تاریخ هم که تواریخی که جناب کاتب نوشته، ما با کلمه آریایی سرکاری نداریم و سرزمین به نام آریانا را ما نمی‌شناسیم. و سرزمین اگر به نام آریانا وجود داشته باشد، زبانش، مردمش، فرهنگش هم باید تعریف شود. خراسان هم، ما خراسان کلمه جامعی نیست، ما کابلستان، سیستان، خراسان، زابلستان به این نام افغانستان مجموعی داره که این هم کلمه جامعی نیست که در برگیرنده تمام سرزمین افغانستان باشه. ما وقتی که از خراسان صحبت می‌کنیم، در پهلویش کابلستان داریم، سیستان داریم، زابلستان داریم و این سرزمین ها با هویت‌های تاریخی قابل تعریف. ما با یک پدیده جعل تاریخ روبرو هستیم که از صنف اول مکتب در ذهن شاگرد با من برتر، با تاریخ سازی برتر دانه میشه که این بزرگترین خطری است که در عصری که ما زندگی میکنیم جامعه را به طرف تباهی میبره. به خاطر اینکه ما از جعل تاریخ میگن بله بله دکل. میشه که من اینجا اشاره میکنم صحبت ما میایم به چیز ما. جناب امیری صاحب از ملت صد دولت ملی حرف زدن. دولت ملی بدون اقتصاد ملی و پایه های اقتصادی ملی به وجود نمی. ما میفهمیم که ملت در قرن اروپا در فرانسه قرن 18 بنیانگذاری شد و او با بازار ملی، با اقتصاد ملی سر و کار داره. جامعه ای که مناسباتش هنوز مناسبات اقتصادی عقب مانده طایفوی قبیلوی متکی به یوغ و اسپار است و ما در شهر ما موتر و تیاره و با چه سر و کار داریم و در جیب هر کدام ما موبایل، بدون از اینکه دانشش داشته باشیم، فرهنگش داشته باشیم، مناسباتش داشته باشیم، چگونه میتونیم که ملت بسازیم؟ ما به طرف رفتن به طرف ملت، ما باید پایه های ملت سازی را که تغییر زندگی اجتماعی جامعه است را باید توجه کنیم. ما باید زندگی جامعه را بنیاد تغییر بدیم. برای اینکه مناسبات اجتماعی را تغییر بدیم، روان انسان های جامعه را باید تغییر بدیم. ما به اعتقاد ندارم که جناب اشرف غنی یا جناب کرده یا این آن احمد محمود رئیس جمهور از بالا بتونه که جامعه را تغییر بده. ما باید تغییر جامعه را از پایین، از مدارس، از مکاتب، از پوهنتون، از دانشگاه، از تغییر دادن شعور یعنی جوانان باید شروع بکنیم. در اینجا است که ما وقتی که برتری جویی، عظمت طلبی، نهادینه شدن در ذهن این جوانان میکاریم و برتری جویی های قومی را به یک اصل در جامعه تبدیل میکنیم، چگونه میتونیم به طرف ملت شدن حرکت بکنیم؟ در حالی که جوامع بشری دیگه مرحله ملت شدن اصلا دولت ناسیونالیتی معنا نداره برای اونا. اونا دولت های شهروندی را میخوان که در به طرف حرکت بکنه، ولی ما هنوز به مرحله ملت شدن، پایه های ملت ساختن در جامعه خود نداریم. اختلافات قبیلوی چنان عمیق است که ما برای از بین بردن ازی ما یک دوره فرهنگسازی جمعی از پایین کار داریم و دولت و برزی که ما به فرهنگسازی جمعی در جامعه باید پاسن، ما باید نظام سیاسی جامعه را از نظام های توتالیتار تمامیت طلب باید تبدیل کنیم به نظام های دموکراتیک انتخابی که انسان این جامعه در هر قدم سرنوشت خود به دست خود پیدا بکنه. وقتی که رئیس جمهور از علاقدار و از علاقدار تا سرمعلم مکتب بیراده خود تعیین میکنه، ما چگونه میتونیم در چنین نظام توتالیتار حرف از دموکراسی و نهادینه ساختن دموکراسی بزنیم؟
در جامعه ای که مسئله قومی به یک اصل اساسی زندگی روزمره نخبه های سیاسی تبدیل شده و ما یک دولت مشارکتی نخبه های سیاسی را داریم که ملت ما را به اسارت گرفته، ما چگونه میتونیم که از انحصار قدرت، انحصاری شرکای قدرت که در رأس از او هر کس که قرار داشته باشه مهم نیست، برای ما این مهم است که مناسبات دولت با ملت باید تغییر بده. این بدون تغییر نظام سیاسی، از بین بردن نظام توتالیتار به حساب متمرکز تمرکزگرا ما به این اصل رسیدیم. نظام تمرکزگرا باید اصل خود ملک جوامع اروپایی، فقط چند جمهوری فدرالی وجود داشت، آلمان با آلمان، سوئیس، هالند و بعدا هم بلژیک و این همه کشورها. امروز تمام کشورها از جمله کشورهای اسکندیناوی تا انگلستان و تا فرانسه و تا هی همگی به طرف تمرکز زدایی در حال حرکت است، برای خاطر اینکه بفهمیدن که با دولت‌های متمرکز، مثل که هگل میگفت که قدرت میکشد، قدرت مطلق مطلق میکشد. ما باید قدرت های مطلقه ای را که به هر نوعی شکل میگیره، ما در جامعه بنیادش را تغییر بدیم تا جامعه را تغییر داد. و این تغییر هیچ وقتی از بالا اعمال شده نمیتونه. ما باید فرهنگ سازی را از فرهنگ از پایین شروع بکنیم تا بالا مجبور شود که به اساس انتخاب مردم تمکین بکنه و رای دیگه کنه. اصلاحیه بگم، در تایید صحبت های شما من از اصطلاح هویت نام گرفتم، هویت آریایی، هویت خراسانی. خب اما از سرزمین قبول است که ما چیز سرزمین به اسم آریایی من بنام نژاد آریایی، ما یه سه نژاد داریم، نژاد که یعنی نژاد بشری را که در کره زمین شد، اگر کدام نژادی را ما بنام آریایی تعریف کرده بتونیم باید مشخصات دیگه بگیم. اصطلاحی که هستیم گفتم هویت، من نگفتم نژاد آریایی، من نگفتم سرزمین خراسانی. هویت یک چیز ذهنی است، نژاد یک چیز عینی است. پس در تایید صحبت شما چیزی به سرزمین به اسم سرزمین آریانا وجود نداشت، او جعل تاریخ است. سرزمینی به اسم سرزمین خراسان هم وجود نداشت. او در اما یک بحث دیگه ما خواهیم داشت، بحث هویت در چیز دیگری است. ما می توانیم بگوییم نشانه های از یک هویت آریایی، یک هویت خراسانی در همه ما وجود دارد که در بحث هستم. استاد لایق، رای حل چیست؟ شما چیز را میپرسین که همه در پرستر این سرگردان هستند. من یک چیز را میگم که ما بحث ها را بسیار عمیق نسازیم که با واقعیت های افغانستان وفق نمیکنه و با نسخه را ارائه نکنیم که بسیار عالی است ولی با مریض تطابق نداره. اینجا یک خوابی گپایی که از لحاظ تئوریک یک ذره عمیق میشه و ظریف میشه، باز سخت است که آدم مثالهای عینی به او بده. من هم در از لحاظ اصالت خود یک آدم هستم که در قبایل تولد شدیم و در قبایل بودیم. میبینید که من اینجا که زبان پشتو صحبت نمی کنم، که زبان دری صحبت می کنم و از این احساس هیچ نه و حساب دیگه با کسی ندارم و میفهم که مخاطب های ما ذری زبان است، لحاظا برایشان ما زبان صحبت میکنم و سم نه شما هم خواهمتو کردین، نه رعایت کردین، نمی فرهنگ همه با فارسی گپ زدین، روزبکی گپ نزدین. من ایرم میگم که این کشور در حالت جنگ است، این کشور در حالت مداخله کشورهای منطقه هم هست و در زیر فشار خودخواهی های قدرت های بزرگ جهان هم هست. این فراموش نکنین. یه تو نیست که شما این از تمام عوامل بین‌المللی سر تا آخر صحبت یک سر از دقیق نامد که این نیروهای بین‌المللی که اینجا عمل میکنه، اینجا میدان فوتبالش از برادر و تو گلش هم بسته میکنی و تیمش هم لغو میکنی، این ناممکن است. ما باید سر مسائل ملی وقتی که صحبت میکنیم، وقتی سر وحدت اقوام صحبت میکنیم، پروبلم هایی که در راه امی وحدت اقوام موجود است، اگر ما عامل بین المللی و منطقوی رو در نظر نگیریم، ما را گم میکنیم. ما براتون میگم ساده برات بگویم بدون ارائه فرمول های بسیار اکادمیک
کمی اروان هزاره رو بشانین، ازبک هم بشانین، تاجک هم جدا جدا بشانین، شانه زازادی هم و تام بتینشان. که برادر، در جنگ باشی خوب است یا در صلح؟ نان تقسیم کنیم به صورت عادلانه خوب است یا چور میکنی؟ در صاف برد یک جواب میتن. نه؟ ما و دینا در زندان پل چرخی بودیم، آرام هم بودیم. صلح هم بود برای زیکی پالای سر ما قمچین به دست و تفنگ به دست تا شب هم در پولیگون می بردن. صلح بود بین ما ولی عدالت وجود نداشت. در جامعه ای که صرف اگر بخواییم امنیت صلح بنام از اینکه یک نظام دیکتاتوری جبران جامعه را به سکوت وادار بکنه و هیچ کس صدای خود را نکشه، او هنوز به معنای رسیدن به عدالت نیست. ما عدالت پایه اساسی امنیت، ثبات و همزیستی انسان ها میداریم. ما یک سوال طرح میکنم. شما یک آدم یک ازاری هوشیار، البته این تیگ استاده، و شما همطور یک آدم بسیار هوشیاری ازبیکه، یک پشتون یا رو بشانین بگوین که عدالت چطور تامین کنیم. هفت نوز خبرتان میده به تعداد گروه های مختلف اتنیک. هیخو گفته ما روا که فسر الماء بماء، آب گفت تفسیر که گفت آب آب است. و ما اتو چرت میزنم که امی استاد یک حرف بسیار خوب گفتن و من زیر تاثیر از او قرار گرفتم. نو یک چیز بود برای من که از کجا شروع باید کرد. ما به یقین هستم که فرماندارها، روشن فکرا، جوامه مدنی، اینها میتونن که امی مرض ها را، چون در اونجا هر کس هست، پشتون هم در اون سازمان است، ازبک هم است، مثل ما که جداگانه در حجرهای خود زندگی میکنیم نیستن. اونا میفهمند، تفاهم هم کده میتونن. و من یقین دارم که مردم با شرف افغانستان صرف نظر از اینکه کی است همش عالی، حدش دارن به اینکه با یک صلح برسن، حدش دارن به اینکه با یک عدالت برسن. ما تو فکر نکنیم که دو نمونه را از دولت یا از جامعه ورداریم و او را تعمیم بتیم به کل جامعه. سپاسگزار. سپاسگزار. استاد، نتیجه گیری شما را میشنویم، بعد با دکتر مرادیان ختم میکنم. فقط من میخوام یک نکته را اضافه کنم که نقد قدرت کاری آسانی هست. همطور که آقای لایق اشاره کرد، ما میتونستیم اینجا به همه رهبران دولت وحدت ملی ناسازا بگوییم، ولی نقد اجتماعی کاری سختی است. ما باید در کنار نقد قدرت نقد اجتماعی کنیم. فرهنگ ما عیب داره، مردم ما هم مطلق نیستند، بسیاری از مناسبات استبدادی از دل این مردم برمیآید. ما تاکید میکنیم که رسانه های ما به عموم میزان که قدرت سیاسی، فساد نخبگان، فساد اداری اینها را نقد میکنه، به عموم میزان و بیشتر از او باید فرهنگ عمومی نقد شوه. اگر ما میخوایم به طرف آینده حرکت کنیم، هیچ نیروی منجی جز نخبگان سیاسی و فرهنگی وجود نداره، ولی این نقد باید نقد مردم هم باشد. مردم هم مقدس نیست، فرهنگ عمومی هم مقدس نیست. این یگانه راهی است که ما را به مقصد میرسونه، ولی دیر. سپاسگزار. و صحبت های پایانی شما. ببینید، افغانستان یونسکو تشبیه کرده بود به یک گلستانی از اقوام. این تنوع قومی ما برای ما نقطه افتخار ما است. تمام کشورهای منطقه در افغانستان فعلی در کابل فعلی نمایندگی می شوند. از ازبکستان گرفته تا قرقیزستان، از قزاقستان، از فارس، از پشتون‌ها در این هستن. پس این نقطه قوت ما است، این تنوعی که ما داریم. ما از تنوع نباید ما بترسیم، حراس داشته باشیم، نقطه قوت ما است. اما چالشی که در برابر ما هست، این رابطه چگونه ما تنظیم کنیم، این رابطه تفاوت‌ها چگونه تنظیم. یک کاری که نمیتوانیم رو از فکر کنیم حذف است. ما نمیتوانیم هویت ها، گروه ها، ایدئولوژی ها حذف کنیم. تلاش ما باشه که باید یک رابطه منطقی بین گروه ها و تنوع ها به وجود بیاد و پس برمیگردم همون گفتمان جمهوری در افغانستان رو از رو باید کار شود. گفتمان جمهوری، گفتمان شهروندی، گفتمان عدالت. راه حل افغانستان این هست که سیاست ما باید مبتنی بر گفتمان جمهوری باشد، روابط بین الاقوامی مبتنی بر گفتمان شهروندی باشد و ساختار قدرت باید مبتنی بر اصل شهروندی که همون برابری تمام انسان ها می باشد. سپاسگزار هستم. پیام آخر ای برنامه همی بوده میتونه که ما باید از هر مناسبت دیگه بگذاریم و به طرف شهروند شدن. سپاسگزار هستم از آقای لایق، از شما استاد میمنگی، از دکتر صاحب مرادیان و استاد امیری و شما از آنی که این بحث با حوصله‌مندی تمام تا حال
حوصله کردید هم صحبت های مرا و هم و همچنان شما بیننده های عزیز که این مناظره کابل بحث امشب ما میتان آغازگر سلسله از بحث ها در اجتماع و به ویژه در رسانه‌های افغانستان باشه. برداشت ما و دستندرکاران می نیست که با یک برنامه ما میتونیم مشکل افغانستان حل کنیم، اما توقعی میره که این برنامه فرصت باشه بر آغاز یک سلسله از گفتمان های جدی در اجتماع افغانستان که هم از او رنج میبره و هم به منافع مشترک مردم افغانستان هم رابطه داره. تا دیدار بعد، الان نگهدار و شبتان خوش.